درود به شما مخاطبین عزیز با بخش خبرهای این ساعت در خدمت شما عزیزان هستیم شادی رژیم ملاها از آمدن جو بایدن زود هنگام است شادی رژیم ایران از رفتن احتمالی ترامپ و آمدن احتمالی بایدن زود هنگام است اشتباه میکنند هنگامی که می اندیشند. اگر این یکی شکست بخورد و آن یک جای گزین شود فرشتگان از آسمان فرا می رسند و همه مشکلات حکومت اسلامی ایران را حل می کند. بیپولی از میان می رود و دزدیها ها را می توانند دوباره در ابعاد گسترده اثر بگیرند و ادامه دهند و همچنین برنامه های موشکی و اتمی و دخالت فتنگرانه در کشورهای منطقه را دنبال کنند. ظاهرا حکومت ایران هنوز هیچ موضعگیری رسمی را درباره اینکه این برود آن یکی بیاید اعلام نکرده است. اما از فهوای کلام همگان در رژیم ایران به خوبی احساس می شود که آنها در انتظار و آرزوی رفتن ترامپ هستند و می که بایدن بیاید و اگر بایدن بیاید آنگاه بهانه رسمی خواهند داشت که نرمش قهرمانانی شماره دو را اعلام کنند و به پشت میز مذاکرات با ایالات متحده بازگردند تا شاید دری گشوده شود و امکاناتی پیش آید که ایالات متحده تحریم را متوقف کرده و پول دوباره در صندوق حکومت اسلامی ایران سرازیر گردد. درست است که بایدن با ترامپ اختلافات اساسی در مورد سیاست های داخلی و بین المللی دارد. اما جو بایدن سیاستمدار بی تجربه ای نیست. او مدت هشت سال معاون رئیس جمهوری اوباما بود است. معمولا معاون حق دخالت و تصمیمگیری در امور بین المللی را ندارد و سیاستی را که اوباما نسبت به حکومت ایران در پیش گرفت، باید متعلق به خود او دانست و شاید میزان دخالت و تاثیرگذاری جو بایدن بسیار کم و ناچیز و شاید هیچ بوده است. بایدن معاون باراک اوباما بود، فردی که قرارداد برجام را با حکومت ایران امضا کرد. رئیس جمهوری که یک میلیارد و چهارصد میلیون دلار از سپرده های مسدود شده ی حکومت ایران را آزاد کرد و به رژیم ایران امکان داد که به فتنگری ها ادامه دهد و حتی گستاختر شود. بایدن این رفتار را به یاد دارد و پیامد سیاست های اوباما را به خوبی می داند و حتما از آن درس عبرت گرفته است. در طول سالیان درازی که بایدن در مقام سناتور در کنگره ایالات متحده خدمت کرد، سیاست های او چندان شباهتی به رفتار اوباما نداشته است و بیشک او در دوران هشت سال معاونت اوباما از پیامد رفتار اوباما در عبرت گرفته است. همگان میگویند که بایدن از نظر سیاست های خود در قبال برنامه های اتمی رژیم ایران شیوی همانند کلینتون دارد. بنابراین او در برداشتن تحریم عجله نخواهد کرد و حتی در بازگشت به برجام نیز شتابی نشان نخواهد داد. وانگهی حتی اگر جو بایدن رئیس جمهور شود و بخواهد که امتیازاتی به حکومت ایران بدهد فراموش نباید کرد که اکثریت سنا همچنان در دست جمهوری خواهان است و آنان چنین اجازه ای را به او نخواهند داد به فرض هم که اگر بایدن رئیس جمهور شود و بخواهد به برجام بازگردد آیا تکلیف تحریم های تسلیحاتی و تحریم هایی که از زمان اشغال سفارت آمریکا بر تهران برقرار گردیده و تحریم های دیگری که علیه حزب الله و افراد و گروه های وابسته به حکومت ایران برقرار شده تکلیف آنها چه خواهد شد آیا حکومت ایران واقعا بر این باور است که بایدن میآید و تحریم را برمیدارد و اقتصاد حکومت دوباره رونق می و سیل دلارهای نفتی دوباره به سوی صندوق مالی حکومت ایران سرازیر خواهد شد آیا بایدن واقعا امکاناتی به وجود خواهد آورد که برنامه های اتمی و موشکی حکومت ایران همچنان ادامه یابد؟ آنها به سیاست پرزیدنت ترامپ در دوران گفتگو با سران کره شمالی بنگرند ترامپ گفته بود تا هنگامی که توافق نهایی به دست بیاید و تا هنگامی که حکومت کره شمالی واقعا برنامه های اتمی و موشکی خود را متوقف نسازد هیچ یک از تحریم‌های های ایالات متحده برداشته نخواهد شد و برداشته نشد. آیا حکومت ایران انتظار دارد که اگر جو بایدن رهبری سیاست را به دست بگیرد، بلافاصله تحریم ها را باطل کند؟ بلافاصله با حکومت ایران کنار خواهد آمد؟ و باز باید پرسید که تکلیف برنامه های موشکی حکومت ایران چه خواهد شد؟ اگر بایدن رئیس جمهور شود، می ادامه برنامه های موشکی حکومت ایران را نادیده بگیرد در این مورد حتی اروپاییان نیز توصیه نمی کنند که سکوتی برقرار گردد آنها هم نگران این برنامه های رژیم ایران هستند آنها هم با برنامه های موشکی حکومت ایران به شدت مخالف هستند و از آن ابراز نگرانی می کنند. برخی از تحلیلگران بر این باورند که خود حکومت ایران نیز مایل به سرگیری گفتگوها با ایالات متحده نخواهد بود زیرا میداند که هر گونه گفتگو با ایالات متحده و دولت جدید واشنگتن مستلزم گذشت بسیار است و حکومت ایران باید از بسیاری از رفتارهای خود دست بردارد. آیا سپاه پاسداران که هدفش از ادامه دادن به بحران و جلوگیری از فرو کشیدن از تنش است چنین اجازه ای را به علی خامنه ای خواهد داد؟ در این هیچ تردیدی وجود ندارد که علی خامنه ای و سیاستهایش اسیر دست سپاه پاسداران است. گذشت دورانی که سپاه به علی خامنه نیاز داشت. این بار خامنه ای است که برای ادامه قدرت خود به سپاه نیاز دارد و به آن امکان می دهد که همچنان یک کتاز میدان سیاسی نظامی و اقتصادی حکومت ایران باشد. ارزیابی ها در ایالات متحده بر این است که بایدن اهل همکاری تفاهم، دوستی و سازش است. ولی این به مفهوم آن نیست که منافع بین المللی ایالات متحده را نادیده بگیرد و یا از آنها گذشت کند. آیا اگر حکومت ایران به دور میز مذاکرات بازگردد حاضر خواهد شد دوباره برنامه های اتمی خود را این بار برای مدتی نامعلوم منحل و متوقف کند آیا رژیم ایران حاضر خواهد شد از 20 میلیارد دلار پولی که در راه اتمی شدن صرف کرده صرف نظر کند آیا رژیم ایران حاضر خواهد شد مبالغ هنگفتی را که در راه موشکی شدن و ساخت انواع بالستیک و غیر بالستیک و کوچک و بزرگ و دوربرد و کوتاه برد هزینه کرده صرف نظر کند آیا رژیم ایران حاضر خواهد شد از سرکوب مردم دست بردارد این تصور که حکومت ایران اگر نرمش معینی نشان دهد رئیس جمهوری آینده ایالات متحده فورا تحریم ها را باطل خواهد کرد تصور باطل است به رفتار پرزیدنت ترامپ نسبت به کره شمالی بنگرید رهبر دیکتاتور حکومت کره شمالی خواست به ترفند دست بزند و رئیس جمهوری ایالات متحده را فریب دهد و ظاهرا حاضر شد نرمش نشان دهد اما چون این نرمش در عمل و اثبات نرسید هیچ یک از های آمریکا نیز منحل نشد امروز در ایالات متحده بحث و جدل بر این است که بالاخره چه کسی بیشترین آرا را به دست آورده و در واقع بیشترین الکترال ها را به خود اختصاص داده و باید رئیس جمهور شود شمارش آرا بی تردید امشب، فردا، پس فردا و یا چند روز دیگر به پایان خواهد رسید. اختلاف نظرها بین حوزه های مختلف رأیگیری و شیوه شمارش آرا و تعداد آرای تقلبی نیز بالاخره به پایان خواهد رسید و معلوم خواهد شد که آیا پرزیدنت ترامپ در قدرت باقی میماند و یا این کرسی را به جو بایدن می سپارد. بایدن اگر به قدرت برسد، دست کم سه ماه تا ادای سوگند از جانب او فاصله داریم. پس از آنکه نیز دولت جدید بایدن تا هنگامی که اوضاع و روادیدها و قراردادها و تعهدات و مسالح کشور را مورد بازنگری قرار دهد ممکن است ماههای مدید طول بکشد بنابراین حکومت ایران نمیتواند امیدوار باشد که در یک آینده نزدیک از این فشار و ناراحتی و بحران و تنش و بیپولی نجات خواهد یافت همچنین همان گونه که گفتیم سنای ایالات متحده با اکثریت جمهوریخواه اجازه نخواهد داد که همه چیز کاملا دگرگون شود. جو بایدن اگر به ریاست جمهوری برسد، بی تردید خواهد کشید شکافی را که بین ایالات متحده و کشورهای غرب اروپا ایجاد گردیده برطرف کند و روابط همکاری به هم نزدیک شود و این امر باعث خواهد شد که حکومت اسلامی ایران و کشورهای غرب اروپا را نیز از دست بدهد و آنگاه ایالات متحده است که در رأس سیاست گذاری های دنیای غرب قرار خواهد گرفت. نکته دیگر که جای خوشبینی بسیار برای حکومت ایران باقی نمیگذارد مسائل داخلی کشور است به فرض آنکه دولت جدیدی در ایالات متحده به روی کار بیاید و سیاست تازه‌ای در قبال حکومت ایران در پیش بگیرد آیا مشکلات داخلی کشور حل خواهد شد آیا دوزدی ها به پایان خواهد رسید و سوء مدیریت از میان خواهد رفت حکومت ایران با مشکلات اساسی و بسیار عمیقی روبروست که تحریم‌های آمریکایی فقط یک بخش از آن است و دو بخش مهم دیگر به خود عملکرد حکومت ایران بستگی دارد حکومتی که تقریبا از هم پاشیده است و هیچ یک از رهبران آن از خامنه ای و قالیباف و حسین سلامی تا دیگر فرماندهان جز و سران و وزیران دولت روحانی و دیگران آن تخصص و کارآمدی و تجربه را ندارند و ثابت کردند که ندارند تا بتوانند کشور ایران را از مرداب و باطلاقی که در آن گرفتار آمده رهایی دهند گفتیم که اگر تحریم های اقتصادی آمریکایی برداشته شود مدت زمان بسیار طول خواهد کشید و آیا تا آن هنگام حکومت ایران خواهد توانست دوام بیاورد مشکل بزرگ دیگر رژیم آن است که هر روز که میگذرد بر شمار مخالفان و ناراضیان در میان اخشار ملت ایران افزوده می شود. آیا اگر بایدن قدرت ها در آمریکا به دست گیرد در برابر کشتار ایرانیان توسط رژیم ساکت خواهد نشست آیا چشمان خود را خواهد بست و خواهد گذاشت که خامنه ای و سپاه پاسداران همچنان به کشتار ملت ایران ادامه دهند با توجه به همه این اگرها و اماهاست که شماری از تحلیلگران بر این باورند که اصولا حکومت ایران به بازگشت به پشت میز مذاکرات با ایالات متحده تن در نخواهد داد خامنه ای گفته بود مگر ما دیوانه هستیم به راهی برویم که مستلزم گذشتها و اعطای امتیازات بسیار باشد و بی تردید بایدن هر اندازه هم که ملایم و اهل منطق و خواهان رسیدن به توافق و همکاری و سازش است حداقلهایی وجود دارد که او هرگز از آنها نخواهد گذشت شادی شمار زیادی از سران حکومت ایران و سیاستمداران از اینکه ممکن است سرام شکست بخورد و بایدن جایگزین او شود بسیار زود هنگام است و پرسش آن است که تا هنگامی که سیاست های آمریکایی مشخص گردد آیا رژیم ایران خواهد توانست از نظر اقتصادی و اجتماعی دوام آورد از آبان سال گذشته درست یک سال می گذارد. اما بسیاری از سران حکومت آشکارا ابراز نگرانی می کنند که ممکن است آبانهای خونین تری در راه باشد و این را علی خامنه ای، محمد باقر قالیباف حسین سلامی و دیگران به خوبی می دانند. دوستان شنونده به پایان این بخش خبری رسیدیم. تا بخش بعدی خدا نگهدار.